گاهی اوقات شده است که شما فلشان در لپتاپ انداختین و تمام فایل شما از بین رفته. آیا فاسد شده و یا هم به شارتکت تبدیل شده. و یا در کمپیوتر دسکتاپ شما میخواین فایلتان از فلشان کت بکنید و در درایو دیگه پیست بکنید، اما در همان وقت برق میره و دسکتاپ خاموش میشه و فلش شما فایلتان از بین میره. و یا هم فلش شما دلیت شده، فرمت شده و فایلای مهمتان از بین رفته و شما نمیتونید که چطور فایلتان دوباره واپس گیری کنید. اگر چنین اتفاقات با شما رخ داده، پس این ویدیو برای شما هست. ما در این ویدیو برای شما سه طریقه مختلف را گفتیم که چطور میتونید دوباره فایلتان را واپس گیری و یا هم ریکاوری نمایید. طریقه اول از طریق CMD است که بدون نیاز به سافتویر، اگر فایل شما به شارتکت تبدیل شده یا فایل شما در فلش هاید شده، سایز فلش نشان میده اما فایلتان نشان نمیده، پس از طریق CMD شما میتونید که مشکل حل بکنید. طریقه دوم هم از طریق اکسپلورر خود ویندوز 10 است که از طریق فایل استری شما میتونید که دوباره فایلتان رو ریکاور یا ریستور بکنید. و طریقه آخر که است از طریق دو سافتویر ما میتونید که فایل های خودتان رو ریکاور و یا هم بازیابی نمایید. پس ویدیو رو تا آخر دنبال کنید. سلام دوستان عزیز، سیال ساوید هستم. بازم خوش آمدید به یک دیگر ویدیو های ما از چنل کیهان تک. در ویدیو امروزی ما برای شما نحوه ای را آموزش خواهیم داد چطور شما میتونید که دیتا هایتون که دلیت شده باشه یا فاسد شده باشه یا خراب شده باشه یا فایل رو زده باشه، چطور دوباره رو بتونید که بازیابی بکنید. قسمی که من قبلا گفتم در ویدیو ما سه طریقه رو براتون آموزش خواهیم داد. طریقه اول طریقه CMD. پس می ویدیو خود آغاز میکنیم از طریقه CMD. خب نخواست شما فلش هم در کامپیوترتون دسکتاپ است یا لپتاپ است قرار میتین و بعد از این مده قسمت اکسپلور خدا باز میکنم. در اینجا بر من فلش مده اینجا آمده با نام کیهان تک است که اسم امو فلش کیهان تک است و لیتر که مرمو تازم است لیتر جی است. بعد شما من CMD را باز میکنیم، ویندوز آر را تایب میکنم در قسمت شما میکنم CMD و بعد از این کمند را پیست میکنیم. کپتران را باشد و فیلم میکنیم و این کمند را پیست میکنیم در قسمت این کامنت ما در قسمت دسکریپشن ویدیو برات میتم میشکنش کپی بکنیم و در قسمت بین پیس بکنیم. فقط فرقش این است که این لیتر اکس هم را با لیتر هر لیتر که خود مو فلش ما داره به وی بس کنیم. مثال از من جی است، در قسمت هم نشان میتم بکنم در اینچه هم برات نشان میتم که جی است. هر داره بس خود یک لیتر خاص داره، اما لیتر شما فقط هم را با اکس تغییر میتین. ممکن با شما اچ باشه یا جی باشه یا کم حرف دیگه باشه، با همو حرف در قسمت مین وایده تغییر میتین. مایده جی میسازم و ایده انتر میکنیم. منتظر می باشین، شاید بس شما دیرتر وقت بگیره یا شاید کمتر وقت بگیره. بعد از اینکه مرحله تمام میشه میایین کامند دوم در این قسمت پیست میکنید، کنترل هم باشد و وی میگیریم و کامند دوم پیست میکنیم در این قسمت و باز هم هیچ دیگه تغییر نمیدیم. کامند یکم طولانی است، ممکن افسش به شما دشوار باشه. خوب است که شما این رو کپی کنید و پیست بکنید ببینید که کدام قسمتش تغییر بکنه. فقط شما امولیتر اکس همراه با امولیتر درایف خودتون چنج میکنین. من دوباره جی میسازم چون امو فلش مکه هست لیتر جی هست. بعد از ایره هم انتر میکنیم و حالا دوباره برین در فلش رو ببینید که اون فایلتون که قبلا به ویروس تبدیل شده بود آل آمده یا نامده. اگر آمده مشکلتون حل شده، پس ضروری نیست که ادامه ویدیو رو ببینید. اگر مشکلتون هنوز هم حل نشده است، پس بخش دوم که هست میایم در قسمت همین فلش دوباره فلش رو باز میکنین. اگر سریق CMD مشکلتان حل نمیشه میایم فلش رو باز میکنین و در قسمت ما یک گزینه داریم به نام هیستری. بالا هیستری کلیک بکنید. بعضی اوقات ممکن در یک قسمت هم از شما ویندوز 10 یک بکاپ از دیتایتان رو میگیره. احیانا اگر دیتای شما مشکل پیدا میکنه از یک قسمت هم شما میتونید ریکاور بکنید، چون دیتای ما کدام مشکل پیدا نکرده و هم شما ریکاوری مده یک قسمت دیتای مرا کپی نکرده. پس در اینجا به ما کلم گزینه نشان نمیده. ممکنه بر شما اگر نشان بده در قسمت دیتایتان میفته و فقط ساده است، فقط دیتایتان را کلیک میکنید و ریکاور میکنید. این بخش دوم است. معمولا در بخش اول از طریق CMD مشکلتان حل میشه. این مشکل زمان است وقتی شما فلش را باز میکنید، فلش اصلا خالی است و چیزی نشان نمیده. اما زمانی که شما در قسمت سرچ میکنید و در قسمت تایپ میکنید، یک نقطه میزنید یا استار میزنید، مکمل کل فایل ها رو در قسمت براتون لیست میکنه. باز به خاطر که اگر از خاطر میخواید که مشکل رفع شوه، این طریقه CMD به خاطر زمین است که اون مشکل حل میکنه. تمامی فایل شما که هاید شده باشه دوباره برای ریستور میکنه به حالت اولش. خب اگر این دو طریقه برای شما کار نمیکنه، طریقه سوم از طریق سافتویر است که ما میتونیم که دیتایی که فرمت شده یا دلیت شده رو میتونیم ما ریکاور بکنیم. دو سافتویر ما براتون کار میکنم. انشالله که مشکل شما با همین دو سافتویر حل خواهد شد. سافتویر اول که است دسترویل است، میمورا نخواست دانلود میکنیم.
من لینک شده قسمت دیسکریپشن همین ویدیو برتان میمونم، باید میشه شما از قسمت هم دانلود بکنید. خب من لینک دیگه قسمت پیست میکنم. بعد از اینکه دیگه قسمت پیست کردیم به شکل اتومات بر ما پاپ اپ میه که ما این سافتویر باید دانلود بکنیم. بعد از اینکه دانلود میکنیم ما منتظر باشیم که دانلود شه. خب بعد از اینکه دانلود شه میایم سافتویر رو باز میکنیم، اوپن میکنیم. خب میایم علی اینستال میکنیم، بالا اینستال کلیک میکنیم. و بعدش یه لانچ میگیم. تا یکی برنامه باز میشه میایم در قسمت اکسپلورر ویندوز خود میایم. خب ببینید فلش هم هسته، در این فلش ما چند قطع عکس دارم و یک ویدیو هم هسته. فعلا دیگه چیز ندارم، من میایم یک بار فرمت میکنم که شما مطمئن باشین در فلش ما چیز نیست. ستارت، اوکی. وید هم اوکی میم و ایره کلوس میکنیم. خب فعلا در فلش ما این چیز نیست. حالا ما مستقیم میریم امی سافتویر رو باز میکنیم. اینجا اکسس راهنمایی رو میکنه براتون، خودشون میشک بخواین. خب بعد از اینکه سافتویر باز شده یک قسمت ببینید لیست درایو شما میاد. یک درایو ما که هست مربوط هارد دیسک ما هست که یک قسمت سایز می وینی کاسه فلش ما هست. شما دیگه هم یو اس بی نشسته و سایز هم شما مشخص کرده میتونید کدامش یو اس بی دانسته. یو اس بی انتخاب میکنید. بعد از اینکه یو اس بی انتخاب کردین در قسمت آپشن دیگه می آل ریکاوری میتوس انتخاب میکنیم و سرچ فور لاست دیتا میزنیم. بالا از کلیک میکنیم و منتظر میباشیم که اسکن میکنه و تمام فایل شما را دریافت میکنه. فایل شما که دلیت شده باشه یا هم ویروس زده باشه، پاک شده باشه، در این قسمت به شما اسکن میکنه و کوشش میکنه به شما دوباره ریکاور بکنه. در قسمت به شما وقت نشان میده که چقدر وقت میگیره. در قسمت ببینید در حال پروگرس هستم. یک بار اسکن میکنم مکمل یوز بیتن و بعد از شروع میکنم به ریکاور کردن. خب ببینید حال مرحله ریکاوری آغاز شده. در قسمت ببینید تا فعلا به ما پنج عکس ریکاور کرده و ایدونم ویدیو رو ریکاور کرده. خب اگر بالا ویدیو دوبار کلیک بکنم این ویدیو هست که ریکاور شده. شما میتونید این قسمت پریویو هم بکنید که کدام ویدیو هستن. خب ایده قرار اون ویدیو هست که قبلا ما انداخته بودیم و از به شما فرمت شد. بله اون ویدیو هست. در این قسمت به ما ویدیو آمده. بعد از یک شما مطمئن شدید که ویدیو شما هست باید میشه که ریکاوری رستاب بکنیم و یک در قسمت اکس ها بیاییم. خب ببینید اون چند قطع اکس هست که من قبلا انداخته بودم اینجا به من ریکاوری کرده و همشون اکس های گذشته هم که در فلش بوده اونا رو هم در قسمت ریکاور کرده. خب بعد از یک ریکاوری تمام شد، یعنی شما فایلی که اون فایل شما که شما میخواستین ریکاور شوه دریافت شده، پس شما میتونید قسمت اسکنینگ استاپ بکنید. اگر میخواین که دیگه هم تمام فایلتان شما اسکن کنه پس منتظر میباشین. ممکن وقت رو بیشتر بگیره، شما فقط منتظر میمونید کل فایل شما رو ریکاور بکنم. در این قسمت ببینید تازه قدر شده بودید تا آخر بره و بعد از تمام فایل شما ریکاور میشه یا پسگیری میشه. خب اگر ما منتظر باشیم لنت ویدیو بسیار زیاد میشه، پس ما در قسمت ایل استاپ میکنیم که از طریق سافتویر بود و میریم سافتویر دومین هم برتان کار میکنیم. خب ما ایل استاپ اسکنینگ بعد از شما ایل استاپ گفتین شما فایلتون در قسمت دیده میتونین اما او را اکسترکت کرده نمیتونین. یک درایو دیگه انتقال داده میتونین تا اینکه در حالت اسکنینگ باشه. بعد از اینکه اسکنینگ استاپ کردین حالا مین در قسمت آل فایلز اگر ما بیاییم اینجا مکمل کل فایل ها هستن. پی 4 هست، ویدیو ها، سر کام شو. شما هر فولدر را که میخواین، مثال عکس ها را که میخواین، عکس های قسمت چک مارک هم میزن و امین دیگه قسمت دیده ریکاور میگین و بعد از در کجا سیف میکنین شما در فلش خودتان سیف کرده نمیدین. دوباره فایل از درایو که ریکاور کنین یا از یو اس بی که ریکاور کنین پس در یو اس بی شما فایلتان سیف کرده نمیدین. پس بین در قسمت دسکتاپ یا در درایو دیگه تان یک فولدر جور کنین به نام مثال ریکاور و بعد از سلیکت فولدر بگین و ایل اوکی بگین. حال تمام فایل شما در اون قسمت ریکاور میشه. اگه بیم در قسمت شو ریکاور دیتا اکسپلورر بگیم بالا کلیک بکنیم ببینید در قسمت با یک فولدر شروع کرده و مکس ها یک مخواست هم کل شده. قسمت بر من در فولدر های جدا بنا در قسمت بر من ریکاور کرده. حالا میتونید که از فایلاتون استفاده بکنید. این طریقه صافتی رو بود. خب ما این کلوز میکنیم
و حال یک صافیه دیگر هم بر شما کار میگیم که از این دو صافیه شما حتما میتونید که دیتا تن ریکاور بکنید. در صورتی که صافیه به شما کار نمیگیره میتونید که صافیه دوم استفاده بکنید، یا شما صافیه اول دانلود کردن میتونید و هر مشکل دیگه که هستن، اما هر دوی صافیه ریکاوری هست عین کار بر شما میکنه. خب ما صافیه دومی هم استفاده میکنیم. خب هنوز هم در فلش ما چیزی نیست چون دیتا ریکاور شما ما در دیگه جوی انتقال دارم. خب ما این صافیه دوم دانلود میکنیم، ما در یک قسمت لینک پیست میکنم. خب صافیه دومی که از بنام ریکوبا هست در یک قسمت بین وبسایت بر شما باز میشه، ما این برای دانلود فری ورژن کلیک میکنیم. بعد از که بالایش کلیک کنیم در یک قسمت پایین میایم، در اینجا ببین گزینه فری ورژن شما دانلود بکنیم، چون ما نمیخوایم که پید ورژن دانلود بکنیم. ما این بالای فری دانلود کلیک میکنیم، میایم در یک قسمت پایین و بازم برای دانلود کلیک میکنیم. خب برای شما دانلود این قسمت استارت میشه. خب ما این رو اوپن میگم و میریم اینستال میکنیم این صافیه رو هم. خب در قسمت این انستال میگیم، منتظر میمشم تا اینستال شد این صافیه بر ما. بعد از بالای رن ریکوور کلک میکنیم تا این برنامه بر ما باز شد. نیکست. خب در یک قسمت به شما یک آپشن میده که شما چرا میخواین ریکاور بکنین، تصاویر میخواین ریکاور بکنین، میوزیک داکیومنت دارین، ویدیو دارین، ویدیو که کامپرس شده باشه یا ایمیل هست، یا اگر تنها یکی هست یا تمامش هست شما انتخاب میکنین. بعد از این مثال ما میخواین که اکثر تنها ریکاور بکنین، پس ما از این قسمت پیکچرز انتخاب میکنم و از این قسمت دیگه نکست میگم. خب بعد از این شما از کجا میخواین که ریکاور بکنید؟ اگر نمیفهمید که در کجا بوده فایلتان، پس گزینه اول انتخاب میکنید، نکست میگید، تمام درایو تان رو ریکاور میکنه. اما اگر در شما در قسمت مثال در کدام میدیا کارت است یا از در داکیومنت تان بوده فایل تان که فرمت شده، او قسمت رو میخواید ریکاور بکنه، یا ریسایکل بن تان رو میخواید ریکاور بکنه که بعضی وقت شما در ریسایکل بن هم این سافتویر میتونه که دیتا شما ریکاور بکنه که سافتویر قبلی نمیدونستی کاره، و یا هم در کدام درایو مشخص است، چون ما سری فلش میخوایم دیتا خود ریکاور کنیم، در فلش دیتا بوده یا در اس دی کارت بوده باشه، در میموری در چپ داش بوده باشه، شما واس گزینه ای گزینه انتخاب میکنید و بعد از این بالای براوز کلیک میکنید و مین امو درایو مشخص تان انتخاب میکنید. از قسمت پوینت مین که هم تا کمی فلش بوده ما این انتخاب میکنم و این اوکی میگم. ما بازم به شما نشون میدم، ببینید که در درایو ما فعلا هم هیچ چیز نیست. ما این را کلوز میکنم، مین و فلش انتخاب کردیم و بعد از قسمتی را نکس میگیم، انیبل تیپ اسکن فعال میکنیم، چک میکنیم میره و بعدش میره ستارت میگیم و حالا منتظر میباشیم. در این قسمت به شما کلکلیتن تایم لفت برتان آلای محاسبه میکنم و میگه که چقدر وقت میره که تمام فایل شما ریکاور شد. شما منتظر میمانی. خب ببینید در قسمت سه مرحله داره، مرحله اول از دوم است و سوم است. خب ببینید در قسمت گفته که 40 دقیقه وقت میره که مکمل کل فایل شما ریکاور شه، پس شما فقط صبر میکنید، هر مدت زمانی که در قسمت گفته به اون مدت زمان شما صبر میکنید که مکمل کل فلش رو اسکن بکنه و فایل شما رو ریکاور بکنه. در قسمت هم به شما پروگرس نشون میده و در اینجا به شما میگه چقدر فایل ها فاوند شده، 94 فایل یا 102 فایل تا فعلا فاوند شده. خب ما حالا من کنسل میکنم چون اون فایل های ما که فرمت شد ممکن در این وقت کدا شد و ریکاور شده باشه، فایل که ما کار دارم ممکن در این وقت ریکاور شده باشه، اما شما خوب است که تا اون مرحله آخر باید کل فایل شما رو ریکاور بکنم. خب ما میره کنسل میگم از این قسمت. خب ببینید در این قسمت همون چند عکس هایی که در فلش بود با ما در این قسمت ریکاور کرده، ولی من فقط همون عکس هایی که شما کار دارید از این قسمت تک مارک میکنینش. بعد از اینکه تک مارک ایم ایم از قسمت دیگه ریکاور میگیم. خب در کجا مثال در رید استاپ ما دمی فولدر که هانت ما میخوایم کیره ریکاور بکنیم، میره اوکی میگیم. در قسمت به شما میگه که 4 فایل ریکاور شده، مکمل معلومات شده برتون در قسمت هم میده و در چند ثانیه ای دیتا ریکاور شد، در این مدت ثانیه به شما دیتا ریکاور شد. بعد از این اوکی میگیم.
و فایلش ما دمون درایو که اون فولدر گفتین در قسمت سیف میشه. حالا اگر میخواین کورا باز بکنیم، من اون فولدر یک بار باز میکنم. خب ببینید این چند عکس بود که اسپریش ما دلیل شد ما در قسمت میره ریکاور ساختیم. خب این هم بود از طریق سافتویر ریکاور و از طریق سافتویر شما میتونید که دیتایتان هم ریکاور و یا بازیابی بکنید. خب و این هم بود که چطور شما میتونید که دیتایتان وقتی که از فلش از میموری کارت و یا از هارد دیسک خود کامپیوترتان فارمند میشه چطور میتونید شما رو دوباره بازیابی کنید، دیتایتان دوباره واپسگیری بکنید. طریقه اول از طریق SMD هست که اگر فلش شما کدام کراپ شده باشه یا دیتایتان به شارت کات تبدیل شده باشه میتونید که بدون سافتویر رو مشکل حل بکنید از طریق SMD و یا هم از طریق فایل هیستوری خود اکسپلورر ویندوز 10. و طریقه سوم که از طریق سافتویر بود که دو سافتویر ما بر شما کار کنیم و لینکش هم در قسمت دسکریپشن همین ویدیو میمونم. شما میتونید که از قسمت این سافتویر رو به گونه کاملا رایگان دانلود کنید و دیتایتان رو ریکاور بکنید. خب اگر ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته پس لطف نموده چنل ما رو سابسکرایب نمایید. لینک را با دوستان تا شریک سازید و فراموش نکنید که ویدیو را لایک نمایید.